دوستان و بینندگان خوب برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، برنامه هایی که تحت عنوان خاک به همه شما عزیزان عاشق فرهنگ و هنر و ادب ایران هدیه می کنیم. مسرور هستم و فکر می کنم که باید باز هم در استان کرمان بمونیم. چرا؟ برای اینکه انقدر استان کرمان غنی هست و انقدر در این استان حرف برای زدن هست که به این سادگی تموم نمیشه. یکی از کارهایی که لطیف میکنه روح انسانها رو دیدن هنر هست، دیدن آثار هنری هستش. یه هنرمند یه سنگ رو میبینه، اما از دل اون، در دل اون سنگ یه مجسمه رو حس میکنه و اونو خلق میکنه و بعد با ابزاری که داره می تراشه و می آفرینه و چشم نواز میشه و اون میشه یه میراث ماندگار برای سالیان سال و در طول تاریخ و باعث میشه که جزء فرهنگ اون کشور و اون سرزمین بشه و غنی کنه، پرمایه کنه اون فرهنگ رو، اون هنر رو. فکر میکنم هنرمندای کرمانی به خوبی از هنر غرب آگاه بودن، ولی دلشون نمیومد که برن فقط به طرف هنر غرب. دلشون میخواست از بزرگان خودشون نقش آفرینی کنن، بتراشن پیکر بزرگان خودشون رو و میریم میپردازیم امروز در این برنامه به این که عزیزانی که در استان کرمان بودن و به این هنر پرداختن چه کسانی بودند. دیرینگی و تاریخ هنر پیکر تراشی و مجسم سازی رو از زبان یکی از عزیزان، یکی از جوانها که عاشق هنر هست و عاشق فرهنگ ایران هست میشنویم. آقای مسلم سعید. ما البته یکی دو برنامه دیگه، دو تا برنامه با ایشون داشتیم و این برنامه رو هم با ایشون پی میگیریم و دنبال. ایشون هم مجسمه ساز هستند و هم نقاش هستند. اگه برنامه قبلی ایشون رو دیده باشید متوجه میشید که با کارهای ایشون بیشتر آشنا میشید و میبینید که چقدر در کار هنر مبدع و خلاق و نوآفرین هستند. و خب نقاشی‌هایی هم که داشتن فوق‌العاده زیبا بود و به هر حال در کار هنرهای تجسمی هستن و تازه یواش یواش دارن به دنبال این هستن که برن و یه پژوهشگر در این زمینه بشن. جناب سعید، به برنامه دیگر از استان کرمان خوش آمدید، به برنامه هنر و هنرمندان و تاریخچه هنر مجسمه سازی در استان کرمان. ممنونم که باز هم دعوت من رو پذیرفتید. سلام خدمت شما و منم خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم و سپاسگزارم از این که بنده رو دعوت کردیم به برنامه قشنگتون و باعث افتخار منه. خواهش میکنم. خب ما میخواییم بریم سراغ پیشینه هنر مجسمه سازی در کرمان و شما میخوایید از کجا برای هنر رو شروع کنید؟ همونطور که میدونید کرمان همیشه تأثیرگذار بوده، چه در هنر، چه در سیاست، چه در اجتماع، تأثیر بسزایی رو داشته و هنر هم خیلی پیشینه خیلی قدیمی داره توی استان کرمان، از شهداد گرفته تا جیرفت و حتی قدیمی تر. ما اولین این آثاری رو که الان داره میبینیم، این تندیس رو میبینیم، این از یافته های تمدن جیرفته که تقریبا مال 5000 سال پیشه و این ذوق هنرمندان اون دوره استان کرمان رو میرسونه با فرم های بسیار زیبا و نقش برجسته و حکایتی که روی اون
ظرفی هست که روی به دست این فیگوره و فرمای خاص و قوی و مفهوم و پر از مفهوم. و ما همچنین اولین پرچم جهان رو توی شهداد داریم که یک میله داره و سرش یه عقابه و این هم جزی از آثار باستانیه که مجسمه رو نشون میده با اون عقابه، که ما چقدر این هنر دیرینه است توی استان کرمان. و نمادهایی که حالا توی این پرچمه هست، مار، عقرب و دو تا فیگور، حکایت از یه داستانی رو میخواد بگه. و یه تندیس دیگر هم تو تمدن جیروف کفش عقاب هست که خیلی مشهوره. اجازه بدین در مورد این نخستین، فرمودید نخستین پرچمی هست که به این شکل بشه پرچم. بله، من در مورد این پرچم فکر میکنم که یه مربع 23x23 سانتی و جنسش از چی هست؟ برونزه. برونزه. پس باید برونز. بله بله، برونز بله. هست یا برنج در واقع ما به بله. فارسی میگیم برنج. برونزو فکر نکنم برنج. نه اینا آلیاژشون یک کم متفاوته. بله. آره آلیاژشون متفاوته، این ترکیبی از مس دارن داخلشون هر دو. ولی این پرچم ما شهداد و که توی شهداد کشف شده، شهداد در اون دوره جز فلزکاران تمدن باستان بوده، یعنی خیلی ما اون موقع پیشرفته بودیم، یعنی یه جورایی بخوایم توضیح بدیم، چون فلزکاری شهداد داشته و این 5000 سال پیش واقعا یه چیز عجیبه اون دوره که ما بتونیم یه نما یه پرچم رو بتونیم اینجوری داشته بودیم. و حکایتی که روی این هست و من درست نمیدونم و تحقیقاتی رو هم که سرچ کردم چیزی رو درست نتونستم پیدا کنم در مورد این حکایت که چه داستانی رو داره تعریف میکنه. بله. خب هرچی هست بسیار زیباه و این نشونه از تمدن چند هزار سالی ایران رو داره تعریف میکنه. همینطوره و عظمت این تمدن نشون میده که چه عظمت میشه. البته نه اینکه جایی یافت نشده در موردش، به دلیل این هستش که هنوز نتونستن خطی که جزء اولین خطها هست بتونن بخونن و رمزگشایی کنن، و چون هنوز رمزگشایی نشده از این خط، خب نمیتونن ببینن و بفهمن که چی میگذشته در اون زمان. ولی به هر حال چیزی که جالب هست این هستش که حیواناتی که در سرزمین جیرفت وجود داشته، تقریبا شاید بعضی از اونها، این مثلا به نظر میرسه شیر باشه، نیست دیگه. ما دیگه شیر در کرمان من بعید میدونم در داشته باشیم، ولی به هر حال در اون زمان ها چون مردم به این راحتی نمیتونستن سفری داشته باشن، به نظر میرسه از حیوانای محلی و بومی همونجا این تصویرها کشیده الهام گرفته، الهام گرفته میشد. و این نشون میده که طبیعت گذشته چقدر با طبیعت الانمون از نظر جغرافیایی فرق کرده. خب بله. و این در اومدید در مورد عقاب صحبت بله صحبت داشتم هنوز. آره. نخستین درفشی که گفته میشه قدیمی ترین درفش پرچم ایرانی هست، از این جهت گفتم در اون مورد بیشتر توضیح داده بشه. خب این عقاب زیبا چقدر نقشای قشنگی داره، یعنی من فکر میکنم چه ابزاری به نظر شما 5000 سال پیش، 3000، هزاره سوم پیش از میلاد، چه ابزاری داشتن بله. که تونستن اینطوری توی این دایره ها رو به این زیبایی در بیارن؟ آیا از ابزار هم چیزی مونده؟ 100% ابزار هم پیدا کردن و توی موزه جیروف هست و حتی باغ هرندی کرمان. این مجسمه هم طبق گفته های باستان شناسان
انگار یه ابزار بازی بوده و این چقدر تفکرانه بوده یه همچین ابزار بازی باشه. حالا با تاس احتمالاً این بازی میکردن و این خونه ها این حفره هایی رو که داره مثل همون جای تاس یا مثلا نمیدونم مهرهی گذاشته میشده اینا، این یه نوع ابزار بازی و چقدر خلاقانه و چقدر با هوشمندانه از همون نماد قدرت یا رهایی که توی تفکر اون دوره بوده استفاده شده نماد عقاب. بله، حتی میتونیم از سنگ هم استفاده کنن، حالا مهره خاص اینه کسی که دقیقاً. بله، کسی که بتونه به این زیبایی در 5000 سال پیش چنین اسباب تفکری رو به وجود بیاره، قطعا برای این بازی فکرهای بسیار شده. بله، و این عقاب شکل این هم که جز آره واقعا شکل فندیسه و منطقی جیروف یه سنگی رو داره، سنگ صابونی بهش میگن، سنگ خیلی خاصی هم هست و اکثر آثار باستانی هم و تندیس‌هایی که در اون دوره ساخته شده از سنگ صابونیه. اگر اشتباه نکنم این مجسمه هم از سنگ صابونی باشه، البته از نزدیک ندیدم ولی به نظر میاد از سنگ صابونی باشه. یه سنگ خوش‌تراش و بسیار زیبایی هست که هنرمندان حالا یا حجارای اون دوره از این نوع سنگ بسیار استفاده می‌کردن و این ذوق هنرمندان مجسمه‌ساز اون دوره و اون خلاقیتی که داشتن و اون تجسم قوی رو که داشتن بسیار زیبا با فرم‌های بسیار عالی چنین تندیسی رو تراشیدن. واقعا شگفت‌انگیزه، آدمی حیرت می‌کنه که 5000 سال پیش نیاکان ما چه می‌کردن. شما چشمای عقاب رو ببینید، بازرافت بر از مهارت و تفکر و خلاقیت و اون بافتی رو که ایجاد کرده روی این مجسمه بسیار زیباست. شاید اون گونه شباهت نداشته باشه ولی اون قدرت و اون شگفتی رو به خوبی نشون داده توی این اثر و واقعا زیباست. بله، و توانایی دست این هنرمند. الان هم اون سنگ صابونی که گفتی در اون هست. بله هست، یافت میشه و اکثر مجسم سازن حالا اونایی که مهر میسازن یا یه سری مجسم هایی رو کار میکنن هنوز از این سنگ استفاده میکنن، هنوز این سنگ کاربرد خودشو داره توی هنرمندان کرمان. بله، خوب، در مورد این چند تصویر اگه مطلب خاصی دارید بفرمایید، در غیر این صورت برگردیم به استودیو. خواهش می‌کنم. این بله یک پیشزمینه بود در مورد تأثیر کرمان و تمدن کرمان در این دنیای امروزی و قدیم، از قدیم تا الان. ما توی خب دوره‌های مختلف هم تأثیرگذار بوده هنر کرمان، دوره تیموریان روی سنگ قبرهایی رو که ما نقش برجسته کردیم کار کردیم و به سی درایه اعتقادی حالا شما بهتر میدونید که هنرمندان اون دوره به سمت معماری و نقش برجسته بر روی سنگ قبرها یا لب حوضچه ها شیرهای درست کنن که از دهنشون آب میاد و یا سرستونایی رو که درست میکردن، مجسمه سازی رو و اون یا هم حجاریشون رو این گونه نشون میدادن. ما این دوره رو وقتی که بگذرونیم بیشترین اتفاق هنر مجسمه سازی توی عصر معاصر اتفاق افتاد در کرمان و این یعنی که بسیار تاثیرگذار بود تو کل کشور. من اینطور برداشت کردم که یه دوران کمون بوده، دورانی بوده که هیچ حرکتی یا بسیار کم بله. توی این زمینه انجام شده ولی بعد به عصر معاصر که رسیدیم در زمینه مجسمه سازی بله، دوباره به عصر معاصر که رسیدیم باز ساختن مجسمه به شکلی باب شدش. خب پس ما از این دوران کمون رد میشیم و میرسیم به عصر معاصر، یعنی در واقع قرن گذشته دیگه چون الان خب 1400 یه جورایی میشه گفت قرن گذشته. ولی خب مشتاقیم بدونیم در قرن گذشته چطور شروع شد این حرکت بزرگ.
خب ما در عصر معاصر امروزی هنر کرمان خیلی تاثیرگذار بود توی کشورمون، حالا در سطح بین‌المللی هم تاثیر داشته. ما حتی مثلا اگر دقت کرده باشیم یه نگاه به گذشته بندازیم، یعنی هنر موسیقی هم بی تاثیر نبوده. از هنرمندان کرمانی واقعا تاثیر گذاشتن، این هنرمندان کرمانی مثل ایرج بسطامی، مثل داریوش رفیعی، کوروش سرهنگزاده، ما خیلی کسانی داشتیم هنرمند توی مقوله مجسمه کوروش سرهنگزاده. بله بله بله، کوروش سرهنگزاده. بله فرمودید کوروش سرهنگزاده، فکر کنم ببخشید، یا داریوش رفیعی، ایرج بسطامی، خیلی کسایی رو داشتیم که توی هنر واقعا تاثیرگذار بودن. که متأسفانه ما از دست دادیم فقط جناب سرهنگزاده ظاهرا در قید جناب سرهنگزاده رو داریم. بله. هنر مجسمه سازی هم عقب نموند از تأثیر گذاشتنش در هنر ایران. ما استاد علی اکبر صنعتی رو داریم که بسیار تأثیر گذاشتن توی هنر مجسمه سازی ایران، که ایشان کرمانی هستن. اولین موزه مجسمه رو تشکیل دادن توی ایران در دوره پهلوی، و بعد از اونم موزه هنرهای معاصر صنعتی در کرمان رو تأسیس کردن. آقای علی اکبر صنعتی یه جورایی میشه گفت از لحاظ پرکاری به میکلانج دوم یا میکلانج شرق معروف هستن، مثل ابوالحسن خان صدیقی، ایشون هم به همین لقب معروف هستن. و کارهای خیلی زیادی رو و زیبایی رو ما در سبک واقع‌گرایانه از آقای صنعتی میبینیم و چقدر تأثیر گذاشتن توی هنر معاصر ایران. فکر کنم میخواستین یه سوال بپرسین. بله، من شنیدم که زنده نام ابوالحسن صدیقی استاد جناب صنعتی بودن، درسته؟ بله 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 بله. و همینطور که خودتون میدونین فرشته عدالت که یکی از کارهای معروف هم استاد ابوالحسن خان صدیقی هم رحیم ارژنگ و استاد آی صنعتی هستند که این سه نفر با هم اون موج شاهکار هنری رو خلق کردن. بله. و ما که جلوتر بیاییم میرسیم به استاد قهاری، علی قهاری کرمانی. من فکر کنم پس با این حساب باید با توجه به تعداد خیلی زود دارید میگذرید از آقای صنعتی. صنعتی. آره، چون جناب صنعتی من فکر میکنم با این حساب پدر مجسمه‌سازی ایران باید لقب بگیرم، با توجه به اینکه تعداد زیادی فقط انگار 400 تا مجسمه ازشون باقی مونده و بقیه مجسمه هاشون در دو مرحله نابود شده. البته ایشان سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو دهه 80 به نظرم جزو چهره های ماندگار ایران شدن. بله بله، و واقعا ماندگاره، واقعا تأثیری بله. که ایشون بر روی این هنر گذاشتن اصلا غیر قابل انکار هستش. و بله. کسی که از کجا، از نقطه صفر پرورشگاه به جایی رسید که بزرگترین پیکرتراش ایرانی لقب گرفتش، و این حقیقتی کمی نبود. این واقعا جای ستایش داره، ستودنی هستش این استعداد ایشون و همتشون و پشتکاری که در کار این هنر داشتن، ایشون فوق‌العاده از کارشون. بله خب، و همچنین شاگردایی رو که تربیت کردن. آره، و همچنین که شاگردایی رو که ایشون تربیت کردن که یکیش هم از زنده نام علی قهاری کرمانی هستن. که ایشون استاد قهاری بسیار در هنر نوین مجسمه سازی عصر معاصر بسیار تاثیرگذار بود. بله. بسیار تاثیرگذار بودند و آقای قهاری متاسفانه در سال 1378 از دنیا رفتن. حالا به خاطر کار زیاد بود که ایشون به رحمت خدا رفتن. ایشون
خب جز هنرآموزان هنرستان کمال‌ملک اون دوره بودن و از شاگرای آی صنعتی بودن. ایشون یه دوره میره آلمان و اونجا هم به مجسمه‌سازی میپردازه و روش‌هایی رو یاد میگیره که میاد تو ایران ابداع میکنه. و همچنین استاد قهاری جز میاد شیوه ریختگری کهن رو دوباره زنده میکنه. شیوه‌ای بوده به نام موم گم شده که این شیوه حالا یه سری تکنیکای خاصی رو داره که استاد قهاری اینو دوباره زنده میکنه که شیوه قالب‌گیری برنز بوده در باستان. بله. و اینو احیا میکنه استاد. و آقای قهاری معروف به یعنی چهره‌های اساتیدی رو ساخته ایشون، از جمله خواجوی کرمانی در کرمان، اگه مجسمه شونیم دیده باشیم سر میدون همون خواجو هست، و چهره‌هایی رو خیلی زیادی رو از اساتید ساخته، حتی از گوته نمیدونم دکتر آلبرت شوارترز رو ساختن ایشون و ده خدا توی ایران، خیلی از اساتید ایرانی رو ایشون رودکی ساختن و تمام اساتید رو تقریبا ایشون تندیساشون رو ساختن و جز تأثیرگذارترین هنرمندان معاصر ایران هستن. همونطور که میبینید مجسمه سازی کرمان خیلی تأثیرگذار بوده توی هنر ایران و همچنین جهان. بله. خب ما جلوتر بیاییم. من اینجا یه سوال دارم رسید که شما فرمودید که زنده یاد قهاری اومدن یه تلفیقی قهاری. بله. یه تلفیقی رو از هنر مفرق باستانی با الان با به اصطلاح تکنولوژی نو ترکیب کردن و در مجسمه سازی به کار بردن. آیا کسی هم هست که هنر مجسمه سازی قدیمی رو باستانی رو بیاد به شکلی تلفیق کنه با هنر مدرن باستان جدید و الان و مجسمه رو بسازه که فرضاً یه بعدش حکایت و نمادی باشه از مجسمه های قدیمی و یه بخشش نمادی باشه از حرکت های نو و تازه‌ای که در کار مجسمه سازی به وجود اومده؟ بله، ما هنرمندانی رو داریم، مجسمه سازان بزرگی هستن که از آثار باستانی رو الهام میگیرن و با هنر مدرن تلفیق میکنن و آثار خلاقانه ای رو خلق میکنن. الان حضور ذهن ندارم کدوم اساتید این کارا رو انجام دادن، ولی 100% ما داریم اساتیدی که تو این زمینه مطالعه کردن و از هنر باستان الهام گرفتن. اگر حالا توی تایم این مصاحبه اگر اسم اساتیدی رو یادم اومد و به ذهن اومد کدوم اساتید این کار رو انجام دادن، حتما اسمشون رو ذکر خواهم کرد. ممنون میشم. میبخشید که من کلام شما رو با توجه به گفتم. نه خواهش میکنم. مجبورم که سوالهایی رو داشته باشم از این جهت کلام شما رو تکرار میکنم. ولی چون اون سوال ربط به گفتهای شما فکر میکنم جاش اونجا باشه. خب بعد از جناب زنده یاد قهاری بعد به سراغ چه کسی؟ ما خب آیه محمد حجب هستن که ایشون در قید حیات هستن خوشبختانه و ما بسیار از حضورشون استفاده میکنیم. آیه حجب هم توی هنر مجسمه سازی بسیار تاثیرگذار بودن و یه خانواده هنرمند و مجسمه ساز هستن. دختر ایشون شعله حجب هم جز مجسمه سازان معاصر ایران هستن و کارهای بسیار زیبایی رو در شهرهای مختلف انجام دادن، نصب کردن. ایشون هم جز از شاگردای استاد صنعتی هستن آقای حجب و در ساخت مجسمه های صنعتی هم نقش به سزایی رو داشتن، دستیار ایشون بودن و همچنین در افتتاح موزه، هم موزه معاصر صنعتی کرمان هم موزه توپخانه تهران، نقش به سزایی رو داشتن ایشون. یعنی موزه هلال قمر منظورتون؟ بله بله بله.
که هنوز هم فعالیت میکنن تو این زمینه مجسم سازی و خیلی از هنرمندان مجسم ساز از حضور استاد استفاده میکنن و هنر رو اونجوری که باید یاد بگیرن و یاد میگیرن. و هنرمندان خب عصر معاصر تر میرسیم توی دوره. اجازه میدید همینجا من یک سوالی داشته باشم؟ من به خاطر دارم که حجبر ابراهیمی ما داشتیم، درسته؟ محمد حجبر ابراهیمی، ایشون همین ایشون هستن، چون برای من بله شما فرمودید حجبر، محمد حجبر، من نمی‌دونم محمد حجبر بله. ایشون محمد حجبر ابراهیمی بله. ابهام برام برطرف شد. دخترشون هم شعله حجبر ابراهیم. بله. که جزء مجسمه سازان اینا فارغ التحصیل های مجسمه سازی هنرهای زیبای تهران هستن. بسیار عالی. و خب آره جلوتر میایم، بعد ما استاد رضا کیانی نژاد داریم که استاد بنده بودن در هنر مجسمه سازی و به هم دوره‌ای من هستن، همسن سالای من هستن که توی هنر مجسمه سازی دارن کار میکنن. حالا من اسماشون رو ذکر میکنم، حالا آقای رضا کیانی نژاد، آقای حمزه حیدری، آقای شهریار رضایی و دیگر هنرمندان اگر حضور ذهن ندارم هستن و خیلی هم موفق و تاثیرگذار دارن کار میکنن. و همچنین شهرداری کرمان توی این زمینه داره خوب کار میکنه. ما تقریبا توی کرمان سال 1389 اولین سمپوزیوم ملی رو برگزار کردیم، از اساتید برجسته ایران دعوت شد و در کرمان هر کدوم آثاری رو ساختن و به جا گذاشتن از خودشون و همچنین سمپوزیوم های دیگر رو برگزار کردیم و تا الان ما 4 سمپوزیوم توی کرمان برگزار کردن که 4 همین سال 1300 بود، عید امسال بود که از هنرمندان برجسته ایران دعوت شد و اومدن و یه دونه دیگه در راه که سیرجان، گلگوهر سیرجان داره برگزار میکنه که من هم حضور دارم تو این سمپوزیوم. سمپوزیوم های هستن که از سنگ های بومی کرمان داره استفاده میشه. البته این 2 سمپوزیوم آخری از سنگ های بومی کرمان استفاده شد، قبلی ها خب فلز بود، گچ بود و چوب و همچنین دیگه. ای سوالی داریم بگین که من خواهش میکنم. در این سمپوزیوم ها چه میگذره و دستاوردی که برای مردم کرمان به همراه چه بوده؟ این سمپوزیوم ها خب بیشتر بذاریم من از اولش بگم اصلا چجوری این سمپوزیوم ها برگزار میشه و چجوری هنرمندان تو این سمپوزیوم ها شرکت میکنه. فراخوانی که داده میشه از هنرمندان خواسته میشه که ایده هاشون رو بدن بر اساس اون منطقه جغرافیایی و اون فرهنگی که اون منطقه داره، ایده ها رو میدن و از بین این ایده ها داوری میشه و اونهایی رو که انتخاب میکنن معمولا سعی بر این میشه که با فرهنگ اون منطقه همخونی داشته باشه. بعد از اینا حالا 10 هنرمند یا 15 هنرمند برگزیده میشن و این یه اتفاق خیلی خوبیه، چون هنرمندایی که انتخاب میشن تقریبا از سراسر ایران هستن با فرهنگ‌های مختلف، با ایده‌های مختلف و فکر‌های مختلف و اینا وقتی دور هم جمع میشن به گفتگو که پرداخته میشه باز دوباره ایده‌های جدید تو ذهن‌های اینا شکل میگیره و اینها عمومیه. یعنی شما فرض کنید یه منطقه رو شهرداری در نظر میگیره برای برگزاری این سمپوزیوم و از مردم هم خواسته میشه، حالا آزاده که مردم بیان بازدید کنن. وقتی مردم میبینن و این خب نقش خیلی به سزایی رو توی ذهن مردم ایجاد میکنه که هنر بعد این سنگ، مثلا این سمپوزیوم ها اگر با متریال های ارگانیک تر باشه، مردم وقتی که میبینن خب من مثلا تو این سمپوزیوم ها بودن با یه شور هیجان دیگه نگاه میکنن، دیدشون نسبت به هنر، هنری که حساب حالا چجوری بگم تغییر میکنه و بازتر میشه که چقدر جا
جالبه که یک سنگ به این بزرگی توی مدت 20 روز حالا تراشیده میشه و یه اثر هنری خلق میشه و این اثر قرار یک جا در یک مکان نصب بشه و مردم که میبینن این خیلی تأثیر به سزایی در فرهنگ اون جامعه داره. باز اگه سوالی هست من در خدمت. نه سوالی خاصی ندارم. پس به هر حال تأثیری که این سمپوزیوم ها در خلاقیت هنرمندایی که شرکت میکنن و همینطور دادن دید هنری به افراد و بازدید کننده ها، من فکر میکنم یه اثر ارتباطی هم آره دقیقا یه ارتباط بین هنرمند و مردم شکل میگیره، صحبت میکنن با هم در مورد هنر، آگاهی ها رو که رد و بدل میکنن، اینا خیلی تأثیر مثبتی رو داره. و من گفتم که واقعا کسی که هنرمنده زیبایی نهفته در یک سنگ رو قبل از اینکه تراشیده بشه حس میکنه و بعد با ابزار و وسایلی که داره اون رو به صورتی که در فکرش و در ذهنش هست خلق میکنه و به نمایش میذاره و این نشون میده که چقدر میتونه از دل اون سنگ چه اثر هنری زیبایی رو بیافرینه. بسیار عالی. بله مطلب دیگه هست در مورد هنر مجسمه سازی کنونی مونده باشه و نگفته باشید شما؟ همونطور دیگه فکر کنم این با این گفته ها تأثیر هنرمندان مجسمه سازی ایران رو پی برده باشیم، علی خصوص کرمان رو. بله من یادم رفت از آقای حمید شانس نام ببرم، ایشون هم جزء هنرمندان معاصر ایران هستن و از شاگردان آقای صنعتی بودن، یعنی هستن هنوز در قید حیات هستن و جزء هنرمندان معاصر ایرانن و کارهای خیلی پرقدرت و پر انرژی رو در شهرهای مختلف ایران نصب کردن. بین خود هنرمندان مجسمه ساز ایران هم کرمان رو به یه چشم دیگه نگاه میکنن، این باور رو دارن که مجسمه سازی کرمان، یعنی از دل کرمان هنرمندای خیلی خوبی رشد میکنن و این کار رو ادامه میدن. یعنی من با دوستایی که حالا کرمانی نیستن میگن که کرمان مجسمه سازا و هنرمندای خوبی رو پرورش میده و من خوشحالم از این بابت. بالاخره چون کرمانی هم هستیم افتخار میکنیم و به خودمون میبالیم. پس همونطور که بالی کرمان مشهور شده، همونطور که عطر زیره کرمان به همه جا پیدا کرده، به شکلی میتونیم بگیم که مجسمه سازی کرمان هم کم و بیش بین هنرمندا جایگاه خاص و ویژه‌ای رو داره. و جناب سعید گرامی اگر مطلب دیگه ای هست بفرمایید. در غیر این مطلبی نیست و اینکه خواهش میکنم بفرمایید. در غیر این صورت یه پیام با لهجه شیرین کرمانی برای همکاران هنرمند خودتون داشته باشید. ما بچه ها کرمون خیلی دوستتون داریم و هنر چیزیه که ما میتونه به هم ربط بده. نمیدونم چی بگم. بله هنر هنرمندا رو به هم تو استراد کرمانی باشه همین هم آره. تو استراد کرمانی من یکم ضعیفم ولی با لهجه میتونم صحبت کنم، ولی اصطلاحات رو من زیاد وارد نیستم. بله میتونم با لهجه مثلا لهجه به حساب حالا کرمانی صحبت کنم، ولی خب فکر کنم زیاد جالب نمیشه چون با اصطلاحاتش رو بلد باشیم و اصطلاحات شیرین رو که دارن بسیار جذابتره. بله همینطور کرمانیه که صحبت میکنن من آره اصطلاحاتش رو زیاد
وارد نیستم. به هر حال ممنونم از پیامی که دادید به همکاران عزیزتون. ما هنر مجسمه سازی کرمان را از ابتدا تا عصر معاصر ورق زدیم، دونه دونه به مشاهیر و بزرگان در این رشته پرداختیم، نامشون رو بردیم و اثر دست اونها رو معرفی کردیم به شکلی. امیدواریم که این برنامه چون همیشه مورد توجه همه کرمانی ها و به ویژه کسانی که در کار ساخت مجسمه و پیکر تراشی هستند و کسانی که عاشق هنر کرمان هستند، فرش کرمان، زیره کرمان، پته کرمان و مجسمه سازی کرمان. ممنونم جناب سعید از اینکه بار دیگه پذیرفتید. خواهش میکنم. آرزو دارم که این هنر نیست، چون آنچه که من اسم بردم ازش جهانی بشه. با امید اون روز هستم. حتما اینجوری میشه و اتفاقهای خوبی هم داره میفته با این سمپوزیوم هایی که داره برگزار میشه در استان کرمان. من این چشم انداز رو میبینم در کرمان که واقعا به جاهای خیلی خوبی میرسه برای مجسمه سازی. خب نه کرمان، ایران دقیقا داره به جاهای خیلی خوبی میرسه. هنرمنده خیلی مطرح بین المللی رو ما الان داریم در عصر حاضر، جوانای خیلی خوبی که کارهای بسیار هنرمندانه رو دارن انجام. چقدر خوشحالم که این امیدواری در وجود شما جوان هنرمند وجود داره و آرزو دارم که این هنر نیز جهانی بشه و هنرمندان ما نامشون جهانی بشه. با امید روزهای پر امیدتر با همه شما خودم حافظی میکنم. خدا نگهدار. شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین به کامه.